اگه میخوای اصول تولید نشاط و گلخونه رو بدونی تو این ویدیو همراه من باش. سلام دوست عزیز، در ویدیو روز گذشته راجع به ممنوعیت استفاده قارچ‌کش در گلخونه با هم صحبت کردیم. امروز میخوام اصول مهم تولید نشاط در گلخونه رو براتون توضیح بدم. قبل اینکه ادامه ویدیو رو ببینی حتما این پست رو سیو کن، برای همکارات به اشتراک بذار و اگر از اکسپلور اومدی خوشحال میشم پیج ما رو فالو کنی تا ویدیوهای بعدی پیج ما رو از دست ندید. دوست عزیز، همونطور که میدونید بسیاری از گلخونه داران ترجیح میدن که خودشون نشاشون رو تولید کنن. تولید نشا نیازمند بذر جدید، جعبه ها و بسترهای کشت مناسب و خاک استریله. کیفیت نشاهای تولیدی بسیار مهمه. قرار دادن حتی یک نشا در خاک غیر استریل میتونه سبب تماس ریشه و توقعی گیاچه با زادمایه های قارچ های خاکزاد بشه که نتیجه اون از بین رفتن سریع گیاچه ها و نشاهای تولیدی میشه. تولید نشا باید در گلخانه های جدا از محل تولید محصول اصلی صورت بگیره تا حداقل تماس بین کارگران با اونها باشه. نشاهای آلوده میتونن کانونهای آلودگی در مناطق تولید بشن. جداسازی نشاها احتمال انتقال و گسترش بیماری رو در نواحی تولید محصول کاهش میدن. حذف و انهدام نشاهای آلوده که از بذر آلوده ایجاد شدن و یا در خاک آلوده شدن باعث کاهش شیوع و گسترش بیماری ها میشه. تعدادی از ارقام زرایی نسبت به نژادهای خاصی از پاتوژن مقاوم هستند. دوست عزیز، ممنون که به این ویدیو توجه کردی. امیدوارم که مفید باشه براتون. در پست روز آینده میخوام 4 علت بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه رو براتون توضیح بدم. حتما ویدیوهای پیج ما رو دنبال کنید و خوشحال میشم نظراتتون رو برای من کامنت بذارید و با لایکاتون به من انرژی بدین. ممنون از توجه و همراهی شما.